چرا از اعتراضات آبان ماه 98 و فراخوان‌های رضا پهلوی و مجاهدین خلق حمایت نکردید؟ خب سوال اصلا کلن زیر سواله. یکی این که اعتراض نبوده، کودتای ساختگی سپاه بوده، و دوم این که ما یه برنامه دادیم بیرون به نام لیدرکی شب بخیران 83، یک برنامه علمی سیاسی، یعنی علمی، یعنی علم سیاست توش. من توضیح دادم یک لیدر باید داره چه مشخصاتی باشه. اصلا لیدر یعنی چی؟ شنوندگان شما پاسو نیوز اگر این مطلب رو و این برنامه رو گوش کنن، کل محتوای فکریشون عوض میشه. تازه متوجه میشه اصلا لیدر چه شاخصه هایی باید داشته باشه. این یکی از بزرگترین مشکلات جامعه سیاسی ماست و جامعه ماست که هنوز مفهوم و معنای لیدر رو نمیدونه. چه اصلا آقا یکی که پادشاهه، یکی که رهبره، یکی که لیدره، چه شاخصه هایی باید داشته باشه؟ اون برنامه کاملا علمیه، گوش کنید متوجه بشید. با یک سوال ساده من اینو جواب میدم. فرض کنید که یک نفر بیاد به شما بگه که بیا بریم مسافرت. میگیم کجا؟ بگی نمیدونم. میگیم شمال میخوای بری، لباس شمال بیاریم بارونیه، بارونی بیاریم، یا میخوای بری جنوب و باید مایو برداریم. میگه من نمیدونم، یا میریم جنوب یا میریم شمال، یا میریم شرق یا میریم غرب، یا میریم کوهستان یا میریم وسط کبیر. میگیم چرا بریم؟ برای چی مسافرت میخوام؟ نمیدونیم. فکر میکنیم اصلا شما ایشونو، این فرد رو 2 ساعت به عنوان لیدر خانوادت انتخاب میکنی که دست زن بچه تو بگیری باش بری بیرون؟ نه. سوال ما هم از رضا پهلوی و مریم رجوی اینه: یک، شکل حکومتتون چیه؟ میگه نمیدونم. دموکراتیم. میگیم جمله کلیه که جمله تمام دنیا میگه ما دموکراتیم، دموکراسیم، ما همه عاشق دموکراسیم. میگیم کجا میخوان برن؟ این مردم رو داریم میفرستین تو تظاهرات. کجا رفتین؟ رو موج سپاه سوار شدین و وارد کردین مردم رو تو یک تظاهرات، یعنی تو یک کانال. یا میمیرن مردم یا کشور رو نجات میدن. ما فرض میکنیم نگاه شما اینه. این مردم قراره که کشور رژیم عوض کنن، چه حکومت داشته باشن بعدن میفهمیم. کجا میخوان برن این مردم بعدن میفهمیم. حالا فعلا بیان تو خیابون، بعد بینن تو خیابون، بعدش بعد چیکار کنن؟ پلنتون چیه؟ شکل حکومتتون چیه؟ نوع تفکرتون چیه؟ دیدگاهتون چیه؟ بحث سیاسیتون چیه؟ فلسفیتون چیه؟ اصلا چی میفهمید؟ میگن بعدن فکر میکنیم، بعدن که رژیم عوض شد میفهمیم. میگم شما اگه فکر داشتین 40 سال فکر، وقت فکر کردنش، خانم رجبی، شما هنوز اپوزیسیون، لیدر یه اپوزیسیونی که 650 نفر بهتون صبح میگی دامن صورتی بپوشید، حالا دامنتون رو ببرین دامن بنفش بپوشید. یا اون رضا پهلوی الان 40 سال داره حرف میزنه، به خدا من نمیفهمم چی میگه. به خدا میگه من نمیفهمم چی میگه. من فرقم با اونایی که من گفتم من سواد سیاسی ندارم، دارم میخونم، تازه وارد سیاست شدم. یعنی یه میشی بودم، پامو گذاشتم تو این لجنزار کثافت سیاست، در لباس گورکا تا مردم گورکا رو بشناسن. یعنی گفتم من اصلا نمیفهمم. باز بابای بی سوادش آقای رضا پهلوی یه جمله رو 200 صفحه حفظ میکرد، بازم از روش نمیتونست بخونه. شما نگاه کن نمیفهمید چی میگه. پادشاه، شاهنشاه، میرود. پسرش هم نمیفهمم چی میگه. شما بگید این دوتا اصلا چی میگن، من بگم چشم. نمبر 2، قوانین امپراتوری کوروش، یعنی 23 قانون پلاس تو متمم، یکیش آزادی اصله است. هر کی با این مخالفه دشمنه. تو آزادی اصله رجوی پهلوی، نه رجوی نه پهلوی، عشق کتاب مولوی، کتاب افلاطون، قوانین آریستوکراسی افلاطونه، امپراتوری کوروش. ما سردمدار خرد و اندیشه ایم. به همین خاطر آزادی اصله باش موافقن، تازه میتونن وارد این بشن که بریم مبحث دوم، یعنی
دادن حقوق به خانم ها اجباریه در امپراتوری کروشن، دولت باید به خانم ها حقوق بده. این حالا یه فلسفه بسیار سخت علمی سیاسی داری که راجعش حرف میزنه. پس اولا که اینا اصلا لیدر نیستن، رو موج سپاه سوار شدن، سپاه میخواست یک کودتا درست کنه که طرفدار رضا پهلوی در از سپاه، مجاهدین با وزارت اطلاعات هم. همه ما هم هماهنگ بودن، بنده هم در جریان بودن، برای همین یه هفته قبلش پاسو نیوز زدیم که در این کودتا اتفاق بیفته دیگه. اینا هم رو موج سوار شدن. کار اونا چی بود؟ کار اونا این بود که این کودتای ساختگی رو با کشتن مردم دم خونه شون، یعنی خیلی از آدمایی که کشته شدن تو این کودتای آبان 98 دم خونش تماشاچی بوده، اونو کشتن که بگن وای چقدر مردن. با کشتن مردم و به کشتن دادن مردم توسط رضا پهلوی و مریم رجوی میخواستن این کودتا رو یک تظاهرات واقعی شکل بدن. ترامپ و پمپاو روز اول این ریتویت کنه یا به عبارتی راجب این مطلبی بزنه تا بگن او مای گاد مردم ریختن تو خیابون، روی این موج سوار شن توسط رسانه های بی بی سی، من و تو، وایس آف امریکا و رادیو فردا و انگلیسی ها و روس ها، بگن مردم قیام کردند و رژیم عوض شد و مردم رضا پهلوی رو به عنوان پادشاهی پارلمانی میخوان و مجاهدین خلق رو هم به عنوان دولت آینده. ترامپ ریتوییت نکرد، پمپا هم نکرد، دو سه روز بعد تازه گفتن. بعد سپاه دید خب این که ریتوییت نکرد و نشد، گفت حالا که نشد بهترین حالت اینه که معترضای واقعی رو که ازشون فیلم گرفتیم بگیریم. روز اول اینا 5000 نفر لیدر خود سپاه تولید کرده با بسیجی ها گذاشته بود توی هم اینا که شناسایی شن. پس طرفداران رضا پهلوی گرفته شدن؟ نه. طرفداران مریم رجوی گرفته شدن؟ نه. طرفداران میر حسین و کروبی و اصلاح طلب ها و اینا گرفته شدن؟ نه. مردم عادی رو گرفتن، 7000 تا 8000 تا. یعنی یه تظاهرات، یه کودتا را انداختن، 88000 تا شرکت کردن، 1000-1500 نفر کشته شدن، 7000 نفر دستگیر شدن، نصف تظاهره دستگیر شدن. آخه این سودی از این بهتر برای جمهوری اسلامی مگه هست؟ عدل رهبری تا روحانی هم گفتن اتفاق کریزک به وجود نیاد، هر مجاهدی میگیرید آزاد کنید و دلجویی کنید از این بچه های وزارت اطلاعات که این وسط کشته شدن. اونایی که ریستارتی باشن حرفای منو میفهمن، اونایی هم که ریستارتی نیستن، یعنی برنامه های ریستارت شب خیرانها رو گوش نکردن و مطلب رو نمیفهمن، نمیفهمن. خیلی ساده است. دو نفر در انگلیس به دنیا میان، هر دو زبانشون انگلیسیه، ننه باباشون هم انگلیسیه، یکیشون شکسپیر رو میفهمه، اون یکی شکسپیر رو نمیفهمه. وقتی از یک آدم با سواد در انگلستان سوال کنی، اون یک پاسخ میده. اون انگلیسیه که شکسپیر رو میفهمه میفهمه، اون انگلیسیه که شکسپیر رو نمیفهمه نمیفهمه. این توهین نیست. علاوه بر جمهوری اسلامی، بعضی سیاستمدارها به عنوان مثال مسعود بهنود در بی بی سی میگویند که پرزیدنت ترامپ اپوزیسیون ریستارت را انتخاب کرده است. آیا با پرزیدنت ترامپ جلسه داشته اید؟ چرا از پرزیدنت ترامپ به شدت دفاع میکنید؟ پس اجازه بدین که سوال دوم را اول جواب بدم. چرا ما از پرزیدنت ترامپ دفاع میکنیم؟ برای اینکه اپوزیسیون ریستارت تنها گروه سیاسی در جهانه که به پرزیدنت ترامپ نزدیکتر از نظر فکری. برای اینکه متوجه شی چرا ما چپ و راست دفاع میکنیم، انگار اپوزیسیون ریستارت یک رئیس جمهور به آمریکا صادر کرده. یعنی من حرفایی که در این 7 سال تا حالا زدم رو میخواستم در جهان عملیش کنم. یک رئیس جمهور در آمریکا به قدرت رسیده که اون ایده هایی رو که من داشتم از من بهتر، قویتر، قدرتمندتر داره به جهان ارائه میده. پاتریوتیم، مردم واقعیم، افکارمون به هم نزدیک، برای این دفاع میکنیم تا 2020 هم رئیس جمهور شد.
یه بار مرور میکنیم. فیسبوک ما رو که چند سال پیش بستن، من به شما گفتم که فیسبوک بسیار خطرناکه، اینا همشون دستشون با گلوبالیستا و رادیکالیزم های اسلامی یکیه. شما باور نکردین تا پرزیدنت ترامپ اومد گفت حق با ایشونه. درست میگه. فیسبوک، گوگل، اینستاگرام، یعنی اینستاگرام ما رو که بستن، همین سیاسیون میگفتن که فقط اینستاگرام شما رو میبندن. پرزیدنت ترامپ گفت بله، اونها اینستاگرام پاتریوتا رو میبندن، میهن‌پرستا رو میبندن. 6 سال پیش من توضیح دادم که سازمان ملل رو باید درش گل گرفت، اینا همشون دشمن مردم هم. یه مش دزد جمع شدن با هم قراردادهایی رو بستن، حمله کردیم به سازمان ملل. پرزیدنت ترامپ رئیس جمهور شد و رسما گفت باید به سازمان ملل حمله کرد. 6 سال پیش راجع به حقوق بشر من حرف زدم، گفتم حقوق بشری وجود نداره. پرزیدنت ترامپ رئیس جمهور شد و گفت حقوق بشری وجود نداره. که حتی تو اون برنامه من تو شب بخیران توضیح دادم، گفتم چقدر مسخره است، من 14 سال از پول و پست و مقام از ایران گذشتم، اومدم بیرون علیه نظامم، اون وقت حالا که اومدم بیرون یه رسانه به من نمیدن، یک مجله ندارم، من صدای من به کشورم نمیرسه. در امپراتوری کوروش، حکومت آینده ایران، ما به هر کسی پناهندگی سیاسی بدیم، رسانه در اختیارش میذاریم که صداش به کشورش برسه. اصلا این اومده بیرون که کشورش عوض کنه، اونم تازه آدم معروف محبوب، نه آدم سیاسی بیان نمیشناختیمش. کدوم حقوق بشر؟ الان حقوق بشر داره به کیا جایزه میده؟ دیوید گرول. افکار ما و پاتریوت‌های جهان با افکار پرزیدنت ترامپ دارای نقاط مشترک یا فصل مشترکیه، برای همین پاتریوت‌های جهان دارن ازش دفاع میکنن، چون این آدم داره حرف درست میزنه. همه حرفایی هم که ما تا الان زدیم پرزیدنت ترامپ باش مشکل داره. ما راجع به چین و آمریکا هم توضیح دادیم، دو سال نیم پیش، سه سال پیش، گفتیم به زودی روابط چین و آمریکا به هم میرسه. خب ریخ اصلا منطقیه، فرموله کاملا مشخصه. پس چرا ما از پرزیدنت ترامپ دفاع میکنیم؟ چون اصلا داره حرف ما رو میزنه، ما تا آخرین لحظه باید ازش دفاع کنیم. و حرفش هم کلن اینه، دنیا دست گلوبالیست ها و رادیکالیزم های اسلامی است. همین سوال راجع به بن سلمان کردن خیلی ها. عربستان سعودی یک اتفاق توش افتاده، عربستان سعودی قبلی آدم هم کشته، آدم هایی بودن که الان تو زندانن، آدم هم کشتن، دموکراسی هم رعایت نمی کردن. یه بن سلمان اومد توسط پرزیدنت ترامپ به قدرت رسیده، اونجا اصلاحات تولید کرده، انگار توی عربستان یه کودتا کرده. کار بن سلمان چیه؟ مبارزه با اسلام رادیکال، همون چیزی که ما میخوایم. ما اصلا کاری نداریم نفر مقابل کیه، چیه، مال کجاست. آیا افکاری که اپوزیسیون ریستارت داره توش میگنجه یا نمیگنجه؟ اگه میگنجه دفاع میکنیم. حالا صد تا خاشقچی همین وسط کشته میشه، مگه میلیون ها نفر کشته شدن به خاطر رادیکال بودن اسلام؟ یعنی اسلام رادیکالیزمه، کسی صداش در اومد؟ یه خاشقچی مرد، جهان خاشقچی مرد. خاشقچی اولا جاسوس بود نبود، کی بود اصلا؟ تعریف کن خاشقچی کی بوده. صد تا دیگه هم بمیرن، مهم اینه که توی عربستان، یعنی دنیای اسلامه، مسلمونا اصلاحات به وجود اومده و یه آدم اومده بالا داره مبارزه میکنه با رادیکالیزم اسلامی، یعنی همون خط مش سیروس امپایر، امپراتوری کوروش. پس ما ازش دفاع میکنیم. ما هر کسی در جهان قوانین امپراتوری کوروش رو روش انگوش بذاره ازش دفاع کنه، از خودمون میدونیم. و فکر میکنیم که من اگر رئیس جمهور یا
یا رهبر عربستان میشدم چیکار میکردم؟ به سرعت بن سلمان به قدرت میرسوندم. خب همین کارم داره میشه دیگه. زیاد به نظر من دو اولیش مهم نیست، مهم اینه که اپوزیسیون ریاست یه رئیس جمهور در آمریکا داره که اهدافی که از 10 تا 6 تا از اهداف ما رو داره پرزیدنت ترامپ لطف میکنه و محبت میکنه و انجام میده، تازه از ما قوی تر. یعنی ما اگه رئیس جمهور آمریکا شده بودیم انقدر قوی حمله نمی کردیم به ناتو، به سازمان ملل، به فیسبوک، به گوگل، به اینستاگرام، به صفحات مجازی، به گلوبالیستا، به رادیکالیسم اسلامی، به کمونیست، به چین. اینجوری ما نمیتونستیم حمله کنیم. تیم اینا خیلی باهوشه، بهتر از ما هم دارن عمل میکنن. ما هم ازشون تشکر میکنیم و ازشون دفاع. گفته بودید در فاز یک دیماه سال 96 رژیم ایران عوض میشود و اگر عوض نشود مردم وارد فاز دو یعنی فاز خون خواهند شد. چرا در همان دیماه 96 رژیم عوض نشد؟ این سوال ما یه بارم پاسخ دادیم. ببینید ما در صفحه پستو نیوز من یه عکس گذاشتم. تو اون عکس نوشته که تحریم‌های سخت، یعنی روش و زمان و حرکت اپوزیسیون ریستارت و ختمش رو نوشتیم توش. تحریم های سخت، پیروزی اپوزیسیون ریستارت بر روی میز پرزیدنت ترامپ، حمله برق‌آسا، بلیتس، تغییر رژیم و برپایی امپراتوری کوروش. این قشنگ نوشته. روزای اول هم راجع به برنامه توضیح دیدیم که برنامه ما دو فاز داره، فاز یک و فاز دو. در فاز یک قرار بوده 2500 تا رو بگیریم، رژیم با 51% ریستارتی شدن مردم عوض بشه. اگر این اتفاق نیفته وارد فاز دو میشن مردم. اونجا فاز خونه، بوی خونه. اونجا اتفاقات و کشتارهای بسیار زیادی اتفاق خواهد افتاد و این توضیح رو ما تو اونجا دادیم. اما چرا دقیقاً 96 رژیم عوض نشد؟ شما رو برمیگردونم به چند سال پیش. راز در کجاست؟ مجاهدین خلق بعد از عملیات مرصاد خیلی کشته دادن. مسعود رجوی با یکی از آدمها ارتباطی داشت که اون گفت تلاش شما بیهوده است. گفتن چرا؟ گفت ما شنیدیم از عارفی که حکومت جمهوری اسلامی تا 40 سالگی هست. مردی میآید و رژیم رو عوض میکند در اون تاریخ. این یک رازیه که شما نمیدونید. کلمه 40 سال مال مجاهدین خلقی است که شنیدن. تمام اعضای مجاهدین خلق از خانوم ها و آقایان بر این باورن. چرا؟ چون بهشون گفته بودن. برای همین بعد از عملیات مرصاد و اینا اتفاقاتی که افتاد دیگه مجاهدین کار توی کشور نکردن، فقط اسناد پیدا میکردن و یکی دوتا حالا اتفاقات کوچولو میفته. دنبال تغییر رژیم دیگه نرفتن چون باورشون این بود که در 40 سالگی رژیم عوض بشه. همین جمله رو به بولتون گفتن. این عدد 40 سالگی رو بولتون هم گفت رژیم ایران به 40 سال نمیرسه. رودی جولیانی هم گفت رژیم ایران به 40 سال نمیرسه. برایان هوک هم گفت رژیم ایران به 40 سال نمیرسه. نماینده های اروپا گفتن رژیم ایران 40 سال نمیرسه. این 40 سال از کجا شنیده بوده؟ بهشون هم گفته بودن مردی میآید و رژیم عوض میشه. این مرد آمد، سال 96 آمد. منتظر کی بودید؟ از اون بالا کفتر بیایی؟ یک دانه دختر بیایی؟ یه دلغک فرستادن. رژیم ایران عوض شدن، رژیم ایران بالاتر از یه دلغک هم نمیخواد. اصلا در شأن عرفان و تصوف نیست که
یه آدم باسواد بفرستن تو عرفان، البته توی سواد مجازی که قطعا من هزاران برابر رضا پهلوی مریم رجبی سواد دارم دیگه. من ترمودینامیک آماری توضیح میدم اینا 100 سال دیگه هم نمیفهمم. کوانتوم داریم حرف میزنیم تو ریستارت، سواد دنیای مجازی نه، دنیای دانشگاهی نه. اون دلغک رو فرستادن، لیاقت تغییر رژیم بیشتر از یک دلغک نیست اصلا. عرفان گفت این فرستادیم، باور نکردید. فاز دو فاز خون سردار، موضوع کلن عوض شد. آقایون مجاهدین خر، اون مرد که میگفتن میاد رژیم رو عوض میکند آمد، شما لبخند زدید. علاوه بر اینکه دی ماه که ما داشتیم رژیم عوض میکردیم و جمهوری اسلامی رفت در شورای امنیت در مقابل 50-60 کشور هزاران خبرگزاری گفت که ریستارتی ها دارن رژیم رو عوض میکنن و آمریکا یعنی پرزیدنت ترامپ پشت ایناست، از ترسش و صدای لرزانش میشه فهمید ما داشتیم رژیم رو عوض میکرد. شما الان اگه کمک نکردید حمله کردید. رضا پهلوی حمله کرد، بنی صدر حمله کرد، آمد نیوز خیانت کرد، مردم وسط کشته رها کردید، رضا رو برداشتید بردید فاکس نیوز. فکر کردید که اونجا دارن یونجه تقسیم میکنن، خرداغ کردن سردار، بوی گوش نمیاد، گوشتی برای شما نیست. همون فردی که 20 سال پیش بعد از مرساد بهتون گفت نرید تا 40 سالگی اینا هستن، همون فرد گفته که میاد، اون فرد امپراتوری کوروش هم میاد. باور نکردید. سوال خیلی ها این است که در فاز دو ششمین خوشبهار دقیقاً چه زمانی است؟ مورد جنبش اعتراضی ریستارت چی فکر میکنید؟ تصوف و اریستوکراسی ارائه میده و قرار امپراتوری کوروش بزرگ رو احیا کنه. بعضی از گروه ها هستن که تحت عنوان ریستارت که من با این روش های اینجوری نمیتونم ذهنم کار این موجود قدیمی سیاسی ما که حالا دیگه ایران نیست سالها تیز نه شومن وان سید محمد حسینی رهبر یا لیدر جنبش و یا اپوزیسیون عملگرای ریاست این ایده خودش رو تبدیل به یک ایدئولوژی میکنه و میشه یه جریان جدی در حدی که در شورای امنیت سازمان ملل اسمش مطرح شده. Burn down government mosque and police stations و بالاخره ریستارت. جریان ریستارت چیه؟ ریستارت کی آوردش تو برنامه؟ آقای سید محمد حسینی. سید محمد حسینی در چهره یه لیدر ریستارت یه کمپینی رو راه انداخت که اصلا مردم جا خوردن، واقعا انتظار نداشت. محمد عاشق مردمش بود، عاشق وطنش بود. در رابطه با ریستارت صحبت میکنه. ریستارت آمده بود خودش برو بیایی داشته دیگه. شما دید ما الان زمانی اینو نداریم که شو اجرا کنیم و متاسفانه شومنهای سیاسی زیاد شده. 100% باش مخالف هستم. مگه نباید ریستارت کنیم که درست بشه؟ ریستارت زنده باد. حادثه دیما، شجاعت در دیما کار ریستارتیا بود. امکانات فضای مجازی تا دلغک اون دیوانه خلوچل ریستارتی دیگه مثلا مساجد رو آتش بزنید. تحقیر مخالفین جمهوری اسلامی اون هم به این شکل. دوستانی که میرن فعالیت ریستارتی انجام میدن. صحبتی دارم با بچهای ریستارت. بسیار بهشون احترام میذارم. تلاش میکنه با دست خالی. ریستارت در آمریکا نشسته و تحت عنوان ریستارت حرکاتی انجام میده. فرمان صادر میکنه.